خبر عاجل و مهم در مورد مولوی مهدی که همین اکنون به دسترس ما قرار گرفت. طالبان یک جوان را در دایکندی بازداشت و شکنجه کردند. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. و یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. خبرگزاری افاق می نگارد سرنوشت مولوی مهدی در انتظار همه کسانی است که با امارت برای تحقق عدالت مبارزه می کنند. این رویداد نشان می دهد که طالبان حتی با فرماندهان خودی هم رحم نمی کنند. مولوی مهدی کسی بود که دست کم 10 سال برای امارت جنگید، مبارزه کرد و قربانی داد، اما در نهایت به دلیل آنچه تحقق مطالبات شیعان و هزاره ها می خواند با رهبران و فرماندهانش اختلاف پیدا کرد و این اختلاف به بروز جنگ خونین و فاجعه آمیز در ولسوالی راهبردی بلخاب در ولایت شمالی سرپل انجامید. مولوی مهدی اگرچه به دست طالبان کشته شد، اما مرگ او با هر مخالف دیگر فرق داشت، زیرا برخلاف پروپاگاندای دستگاه تبلیغاتی طالبان، او واقعا یک بغاوتگر نبود، بلکه یک اماراتی متحد بود که انتظار داشت مزد 10 سال جنگ برای امارت را دریافت کند، اما اشتباه می کرد. او ظاهرا شناخت کافی از ماهیت امارت نداشت. رژیمی که شریعت را دستمایه تقویت قومیت قرار داده و تنها کسانی را می پذیرد در خدمت قوم و قبیله سران امارت باشند. مولای مهدی با وجود تمام تلاشی که برای پیروزی طالبان انجام داد و علی رغم همه هزینه های سنگینی که در این مسیر پرداخت، یک هزاره شیعه بود و همین برای طرد او از دامن امارت قوم زده و خوانش تنگ اندیشانه برای قبایل از شریعت کافی بود. دستگاه تبلیغاتی طالبان تلاش زیادی کرد تا مولای مهدی را شایسته سرکوب و نابودی نشان دهد و در این زمینه از همه ابزارهای موجود و ممکن بهره جست، اما در انتشار خبر مرگ و نحوه کشتن او پایش لغزید و نتوانست دروغ پراگنی ادامه دهد، زیرا علی‌رغم ادعاهای اولیه سران طالبان مبنی بر این که مولوی مهدی در نتیجه درگیری با نیروهای مزیانان کشته شده، عکسی از او در زمان اسارت به دست طالبان منتشر شد که ظاهراً پیش از کشته شدنش را نشان می‌دهد. با وجود این که مشخص نیست که چگونه از سوی نیروهای طالبان کشته شده، اما این عکس تایید می‌کند که ابتدا دستگیر و اسیر و سپس کشته شده است، پس درگیری در کار نبوده است. از نظر عملی هم یک فرمانده فراری زده طالبان از این توانایی برخوردار نیست که با سلاح و مهمات از بلخاب تا هرات برود و در حالی که مسلح است برای خروج از مرز تلاش کند. بنابراین ادعای درگیری یک دروغ مضحک و غیر قابل باور است. با این حساب طالبان از این امکان برخوردار بودند که با او به گونه دیگر رفتار کنند. به هر حال مولوی مهدی اگرچه از قوم و مذهب طالب نبود، اما دست کم 10 سال برای آنان جنگیده بود و شایسته سرنوشت چنین خونین و مرگبار نبود و می توانست مانند دیگر مخالفان طالبان تحت نظارت قرار بگیرد و ممنوع الخروج باشد. اما طالبان با او با نهایت قساوت و سبیعت برخورد کردند و با وجود این که او را دستگیر کرده بودند، بدون این که در یک دادگاه رسمی محکوم به مجازات کنند، مثل همیشه به محاکمه صحرایی متوسل شدند و او را کشتند. این نشان می‌دهد که آنان با این اقدام این پیام قدرتمند را به همه کسان ارسال کردند که از این مخالفت با امارت تا چه اندازه می‌تواند سنگین و خونین و مرگبار باشد. این رویداد در عین حال عامل این پیام ضمنی به جامعه بزرگ شیعان و هزاره های افغانستان و دیگر اقوام کشور است که طالبان تنها مطیع و مزدور و فرمان بردار می خواهند، نه فرماندهان مدعی و مطالبه‌گر و خواستار عدالت. زیرا مولوی مهدی تا زمانی که در خدمت طالبان بود و به نیابت از آنان در شمال می جنگید، در امنیت و مسئولیت به سر می برد، اما پس از سلطه طالبان بر کشور وقتی او در قبال مبارزاتی که انجام داده بود خانه تحقق خواستا و مطالباتش شد تبدیل به دشمن شد و به عنوان بغاوتگر باید به فجیع‌ترین شیوه ممکن کشته می شد. برخی رسانه‌های اجتماعی گزارش دادند که طالبان دست و پای او را نیز قطع کردند.
منابع محلی در دایکندی میگویند که طالبان یک جوان را در این ولایت بازداشت و به شدت شکنجه کردند. منابع محلی روز شنبه 29 اسد میگویند که طالبان یک جوان را به نام نعمت الله از روستای القای ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی بازداشت کرده و به شدت مورد شکنجه قرار دادند. یکی از بستگان نعمت الله که نمیخواهد نامش فاش شود میگوید که گروه طالبان او را 4 روز قبل بازداشت کردند و مورد شکنجه قرار دادند. نعمت الله حالا در شفاخانه بستری است. منبع درباره دلیل این رویداد میگوید خانه نعمت الله نزدیک قماندانی امنی شهرستان واقع شده است و اعضای طالبان بیش از 2 ماه در کاریز آنان جهت امام میرفتند و این عمل طالبان باعث ایجاد مزاحمت به مردم شده بود. نعمت الله یک روز مانع رفتن طالبان به کاریز می شود و این حرکت نعمت باعث خشم طالبان شده و به بازداشت و شکنجه او می انجامد. در عکسایی که از نعمت الله در شبکه های اجتماعی نشر شده است، آثاری از شکنجه شدید بر سر، صورت و بدن او دیده می شود. 2 هفته قبل نیز شخصی به نام محمد زابولی در نتیجه شکنجه طالبان در ولایت دایکندی جان باخت. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.